قبل از هر چیز من شما رو دعوت میکنم به شنیدن این داستان و اشعار اتار نیشابوری با صدای بانوی گرامی سعیده محمدی گوش کنید برای تهیه این داستان من در اینترنت جستجوی زیادی کردم و تمام گویندگان و کسانی که داستان رو دوباره بازگو کرده بودن گوش کردم بهشون و ویدیوها رو نگاه کردم اینجا باید اذعان کنم که هیچ کدوم اونها به زیبایی و گیرایی مهربان سعیده محمدی نتونستن اجرا بکنن و من اینجا با یک شاد باش و یک سپاسگزاری بزرگ خدمت این مهربانو به شما عزیزان ارز میکنم که حتما این داستان رو با کلام ایشون بشنوید و ببینید که چقدر پرقدرت و گیرا این داستان رو تعریف میکنند زنده باد مهربانو سعیده محمدی یار وفادار و همیار کانون ورزشی و پرورشی تنورهبان از شما. شیخ عطار نیشابوری شاعر پرآوازه ایرانی در کتاب منطق و تیر خود در قالب داستان سفر مرغان به رهبری هدهد در راهی پرخطر هفت شهر عشق را به تصویر می کشد. این هفت وادی در اصطلاح عرفان مراحلی بس خطرناکند همچون بیابانهای بیزینهاری که منتهی به کوههای بلند و بیفریاد می شوند. و سالک باید برای رسیدن به مقصود خود از این بیابانهای مخوف و گردنه های مهلک عبور کند تا به سرمنزل مقصود برسد. این مصنوی پربار منطق و تیر تنها یک سخن دارد که بگوید و آن نیز این است هر که خود را شناخت خدا را شناخت که خلاصه آن از این قرار است مجمعی کردند مرغان جهان آنچه بودند آشکارا و نهان جمله گفتند این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار چون بود که قلین ما را شاه نیست بیش از این بیشاه بودن راه نیست یکدیگر را شای در یاری کنیم پادشاهی را طلبکاری کنیم پس همه در جایگاهی آمدند سر به سر جویای شاهی آمدند خود که پرنده دانایی بود و افسری بر سر داشت گفت ای یاران من بیشتر از همه شما جهان را گشتم و از اطراف و اکناف گیتی آگاهم. ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. من او را می شناسم. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف بلندترین کوه روی زمین بر درختی بلند آشیان دارد. در خرد و بینش او را همتایی نیست. از هرچه گمان توان کرد زیباتر است. با خردمندی و زیبایی شکوه و جلالی بیمارند دارد و با خرد و دانش خود آنچه میخواهد تواند سنجش نیروی او در توان ما نیست چه کسی تواند ذره ای از خرد و شکوه و زیبایی او را دریابد سالها پیش نیم شبی از کشور چین گذشت و پری از پرهایش بر آن سرزمین افتاد آن پر چنان زیبا بود که هر که آن را دید نقشی از آن به خاطر سپرد. این همه نقش و نگار که در جهان است هر یک پرتوی از آن پر است. شما که خواستار شهریاری هستید باید او را بجویید و به درگاه او راه یابید و به دو مهر ورزی کنید. لیکن باید بدانید که رفتن بر کوه قاف کار آسانی نیست. بس که خشکی بس که دریا بر ره است تا نپنداری که راهی کوته است شیرمردی باید این ره را شگرف زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف پرندگان چون سخنان هدهد را شنیدند جملگی مشتاق دیدار سیمرغ شدند و همه فریاد برآوردند که ما آماده ایم ما از خطرات نمی هراسیم. ما خواستار سیمرغیم خود گفت آری آنکه او را شناسد دوری او را تحمل نتواند کرد و آنکه به دور او آرد به دور نتواند رسید نه به دور ره نه شکیبایی از او صد هزاران خلق صدایی از او اما چون از خطرات راه اندکی بیشتر سخن به میان آورد برخی از مرغان از همراهی بازی ایستادند و زبان به پوزش گشودند. بلبل بل گفت من گرفتار عشق گلم. با این عشق چگونه می توانم در جستجوی سی این سفر پرخطر را بر خود هموار کنم؟ در سرم از عشق گل سودا بس است زان که مطلوبم گل رعنا بس است. طاقت سیمرغ نارد بلبلی بلبلی را بس بود عشق گلی هدهد به بلبل پاسخ داد تو بر گل مهر میورزی و مهرورزی کار راستان و پاکان است اما زیبای محبوب تو چند روزی پیش نیست گل اگرچه هست بس صاحب جمال حسن او در هفته ای گیرد زوال چرا اندکی بیش نمی نیندیشی و به چیزی مهر نمی پرزی که جمال پایدار دارد و از هرچه گمان رود زیباتر است؟ این از بهانه بلبل بود. تاووس جلو آمد. تاووس نیز چون این عذر آورد که من مرغی بهشتیم. روزگاری دراز در بهشت به سر بردم. مار با من آشنا شد آشنایی با او سبب شد مرا از بهشت بیرون کنند اکنون آرزویی بیش ندارم و آن این است که دان گلشن خرم بازگردم و در آن گلزار با صفا بیاسایم مرا از این سفر معذور دارید که مرا با سیمرغ کاری نیست این هم از تاووس خود خود پاسخ گفت بهشت جایگاهی خورم و زیباست اما زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال سیمرغ است بهشت در برابر سیمرغ چون ذره‌ای در برابر خورشید است چون به دریا می توانی راه یافت سوی یک شبنم چرا باید شتافت هر که داند گفت با خورشید راز کی تواند ماند از یک ذره باز اگر همت داری روی به سیمرغ آور که جمالی پایدار دارد و از هر گمان رود زیباتر است آنگاه بت با قوای سفید سر از آب بیرون کرد و چنین پوزش خواست که من به آب چنان خو گرفتم که بی آن زندگی نتوانم کرد پس چگونه میتوانم از بیابانهای خشک و بی آب بگذرم این کار از من بر نمی آید این هم از بت که همون اردک است پس باز شکاری که شاهان او را روی شست می نشانند و با خیشتن به شکار می برند چون این گفت من بسیار کوشیدم تا روی دست شاهان جای گرفتم پیوسته با آنان بوده و برای آنان شکار کردم چه جایان است که من دست شاهان رها کرده و در بیابانهای بی بیاب و علف در جستجوی سیمرغ سرگردان شوم آن به که مرا نیز معذور دارید این هم از باز شکاری نوبت به جغد رسید جغد زبان به عذرخواهی گشود که من روزگاری است در ویرانه جای گرفتم چون شنیدم در ویرانه گنج نهان باشد در خرابی جای میسازم برنج زان باشد در خرابی جای گنج عشق بر سیمرغ جز افسانه نیست زان که عشقش کار هر مردانه نیست من نیم در عشق او مردانه ای عشق گنجم باید و ویرانه ای بعد از آن مرغان دیگر نوبت به نوبت عذرها گفتند مشتی بی خبر گر بگویم عذر یک یک با تو باز باز دار معذورم که می گردد دراز اما هدهد دانا یک به یک پاسخ را گفت و عذرشان را رد کرد و چنان از شکوه و خرد و شکوه و خرد و زیبای سیمرغ سخن راند که مرغان جملگی شیدا و دلباخته گشتند بهانه ها فراسو نهادند و خود را آماده ساختند تا در طلب سیمرغ به کوه قاف سفر کنند پس از آن مرغان عزم کردند که برای دیدار سیمرغ به کوه قاف سفر کنند اندیشیدند که در پیمودن راه و در هنگام گذشتن از دریاها و بیابانها راهبر و پیشوایی باید داشته باشند جمله گفتند این زمان ما را به نقد پیشوایی بایدن در حل و عقد تا کند در راه ما راه بری زان که نتوان ساختن از خود سری در چون این ره حاکمی باید شگرف بو که بتوان رست از این دریای ژرف. حاکم خود را به جان فرمان کنیم نیکو بد هرچه اوید بگوید آن کنیم آنگاه برای انتخاب راهبر و پیشوا که در راه آنان را رهنمون شود قرعه زدند قضا را قرعه به نام هدهد افتاد پس بیش از صد هزار مرغ به دنبال هدهد به پرواز در آمدند راه بس دور و دراز و ترسناک بود هرچه می رفتند پایان راه پیدا نبود دوستان به این نقطه از داستان که می رسیم پرندگان از سختی های را حراسیده بودند و هدهد آنها را با هفت وادی و یا همان هفت طریق و هفت شهر عشق که معروف هم نیز هست آشنا کرد. پرندگان اندک اندک از سختی ها و دشواری ها بیمناک می شدند. راه می دیدند، پایان ناپدید، درد می دیدند، درمان ناپدید. چون به آن مرغان زرا جمع گشتند آن همه یک جایگاه از حدود خود خواستند تا با آنان سخن بگوید و به دانان جرأت دهد گفت ما را هفت وادی در ره است چون گذشتی هفت وادی درگه هست و نیامد در جهان زین راه کس نیست از این فرسنگ آن آگاه کس در این وادی ها بلاها بسیار است. بیابان های آتشزا و دریاهای توفانزا در پیش است. گرسنگی باید کشید، خون دل باید خورد، رنج ها باید تحمل کرد. بسا کس که در این وادی ها گم شوند و نشانی از آنان به دست نیاید. آنگاه هدهد هفت وادی را اینگونه معرفی کرد. وادی اول وادی طلب چون فروعایی به وادی طلب پیش تایت هر زمانی صد تب صد بلا در هر نفس انجام بود توتی گردون مگس اینجا بود ملک اینجا بایدت انداختن ملک اینجا بایدت درباختن وادی دوم وادی عشق بعد از این وادی عشق پدید غرق آتش شد کسی کانجا دوید عاشق باشد که چون آتش بود گرم رو سوزنده و سرکش بود عاقبت اندیش نبود یک زمان در کشد خوش خوش بر آتش صد جهان وادی سوم وادی معرفت بعد از آن بن پیش نظر معرفت را وادی ای بی پاو سر چون به تابت آفتاب معرفت از سپهر این ره عالی صفت هر یکی بینا شود بر قدر خیش باز باید در حقیقت صدر خیش وادی چهارم وادی استقنا بعد از این وادی استقنا بود نه در او دعوی و نه معنا بود هشت جنت نیز اینجا مرده است هفت دوزخ هم تو یخ افسرده است گر در این دریا هزاران جان فتاد شب نمی در بحر بی پایان فتاد وادی پنجم وادی توحید بعد از این وادی توحید آیدت منزل تفرید و تجرید آیدت روی ها چون زین بیابان در کنند جمله سر از یک گریبان بر کنند گر بسی بینی عدد گر اندکی آن یکی باشد در این ره در یکی وادی ششم وادی حیرت بعد از این وادی حیرت آیدت کار دائم درد و حسرت آیدت مرد حیران چون رسد این جایگاه در تهیر مانده و گم کرده راه هرچه زود توحید بر جانش رقم جمله گم گردد از او گم نیز هم و آخرین وادی وادی هفتم وادی فقر بعد از این وادی فقر است و فنا کی بود اینجا سخن گفتن روا این وادی فراموشی بود لنگی و کری و بیهوشی بود صد هزاران سایه جاوی تو گم شده بینی خورشید تو مرغان از این همه سختی و وادی وحشت کردند برخی در همان نخستین منزل نخستین از پای در آمدند و بسیاری در دومین منزل به زاری جان سپردند اما آنان که همت یارشان بود پیشتر میرفتند روزگار سفر سخت درازتر میشد و حالا پایان کار را با هم نظاره میکنیم هفت وادی به پایان رسیده و داستان اینجور به پایان میرسد عاقبت از صد هزاران تا یکی بیش نرسیدند آنجا اندکی زان همه مرغ اندکی آنجا رسید از هزاران کس یکی آنجا رسید سرانجام از صد هزاران مرغ تنها سی مرغ بیبال و پر رنجور و سست دلشکسته و, و ناتندرست به کوه قاف رسیدند این عده قلیل چون بر بالای کوه آمدند روشنایی خیره کننده ای دیدند اما از سیمرغ خبری نبود جمله گفتند آمدیم این جایگاه تا بود سیمرغ ما را پادشاه ما همه سرگشتگان درگهیم بیدلال و بیقراران رهیم مدتی شد تا در این ره آمدیم از هزاران سی به درگه آمدیم انتظار سودی نداشت از سیمرغ خبری نبود مرغان از خستگی و ناامیدی بیحال و ناتوان بر زمین افتادند و همگی را خواب در رو بود. در خواب چنان شنیدند که یکی میگوید در خیشتن بنگرید سیمرغ حقیقی همان شما هستید. ناگهان از خواب پریدند و سختی ها و رنج ها را فراموش کردند و به شادمانی در یکدیگر نگریستند. چون نگه کردند آن سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود بله دوستان آن سی پرنده در انتها به این نتیجه رسیدند که سیمرغ درون آنهاست و شاید ورزش رزمی ملی کشور ما تاوا به این دلیل داستان سیمرغ اساطیری را بر خود بنیان گذاشته تا به همراهان بیاموزد این ورزش طریقتی در مسیر رسیدن به دانایی و خودشناسی است که در راه آن سختی ها و مشکلات بسیاری وجود دارد که از هزاران همراه تنها چند همراه اندک می توانند به سی مرغ درون خود برسند و بر وادی ها و مشکلات سخت فائق آیند. این بود داستان اساتیری سیمرغ عطار نیشابوری و هفت وادی او تقدیم به شما همراهان کانون ورزشی و پرورشی تن و روان